فقر پدیده شومی است که مردم ما را هر روز بیشتر از روز قبل در پنجه های بیرحم خود می فشارد و آنان را وامی دارد تا در گودال بدبختی و بدفرجامی غرق گردند. بلی، بلی، اینان هم انسانند و شهروند افغانستان. آرزو دارند تا زندگی کنند و نانی در دسترخوان داشته باشند. اما بدا، بدا به حال غربت که این همه آرزوها را به خواب و خیال مبدل کرده و نهال امیدمان را بی ثمر ساخته است. آیا مگر این حکم پیامبر بزرگوار اسلام نیست که میگوید اگر تو با شکم سیر بخوابی و همسایت گرسنه نباشد ایمانت کامل نیست؟ فامیل ما یک سبک 8 نفر است. یک کراچی یک کار و بار یک 100-200 پیدا میکنیم، دمو یک نان خود پیدا میکنیم، یک چله یک روز ما تیر میشه. بری میکنیم که خاطر زمستان که یک سرپناهی جور میکنیم. یک ترپال مرپال تیر میکنیم، مثلا دیگه یک زمستان خود تیر میکنیم. شاست پیدا میکنم به خانه میارم دست مادرم میتونم میگم که یه نان میارم با میرم یک 3-4 نان هر جا یک نانوار میارم میارم همه راه جاش همه را هم فامیلا میخوریم. پس ای هموطن، به این ندا عمل کن و برای تغییر زندگی هموطنانت تلاش نما. ای مسئولان، آن روز را به یاد دارید؟ 6 سال قبل که حکومت جدید به میان آمد همه امید داشتیم که کمک های زیادی به افغانستان می رسد. جامعه جهانی به ما وعده کمک نموده است. حکومت جدید برای ما وعده رفای اجتماعی، تأمین امنیت، داشتن حکومت عادلانه و پشتیبان قانون را داده است. رئیس جمهور و اعضای پارلمان را خود انتخاب می کنیم و صدها نوید دیگر. اما امروز چی می بینیم؟ پس ای هموطن، ای حکومت و پارلمان منتخب، ای وزرا و رؤسای بلندپایه جامعه مدنی و مؤسسات، چه تغییری در زندگی ما به میان آورده اید؟ آیا برای ما زندگی امنی مهیا کرده اید؟ آیا فرزندان ما به مکتب می روند؟ آیا برای ما فرصت‌های کاری است؟ آیا زندگی لااقل اجتماعی داریم؟ آیا زندگی ما از گذشته بهتر شده است؟ جواب نزد شما مسئولان است. چه جوابی دارید؟ تا کی بی خبرید؟ چرا فکر نمی کنید که چه بر ما می گذرد؟ چرا فکر نمی کنید که آینده ما چه خواهد شد؟ و حتی این را هم نمی دانید که شاید ما از فقر و بیچارگی دست به دزدی بزنیم و به صفوف دشمن بپیوندیم؟ ما مجبور شده ایم. ما مجبور شده ایم به مواد مخدر آلوده شویم، دست به فساد اخلاقی، جنگ و خشونت، مهاجرت و گدایی بزنیم. تمام رو گدایی میکنم، کسب رو میگدایی هم. چه کنم که نخور نباشیم داشته کنم؟ ما
نی ملک دارین، نی زمین دارین، نی زندگی هنمی حال است برادر. صبح است و شام نیست، شام باشه و صبح نیست. در روز جهانی مبارزه علیه فقر که بیچارگی و بیخانمانی در کشور بیداد می کند، بر شماست که علیه فقر و بیعدالتی بپا خیزید. آیا گوشی هست تا بشنود؟ پس اگر هست، انوز هم وقت داریم تا دست به دست هم داده و با هم نوایی، هماهنگی و تشریک مساعی علیه فقر، فساد، خشونت، بیبندوباری و بیهدفی قدم نماییم و از امکاناتی که در دست است برنامه های سازنده برای محو آن ساخته و به آن جامعه عمل بپوشانیم. برای کار، کار ایک درک ندارم. ارنده بولا جنن سبا ډیر شارټ دی به امنیت ته وځینا ټول مزدوران غریبانا داسې تاسو ټول ویني هیڅ کار نشته زمانن څلورم ورځ د جزده کور نه راغلم یو ورځ کار میکړی نور بس دی په وخت کې چې موږ تاسو د خلک ټول نه مزدور کار هیڅ کار نشته به امنیت ته وځینا دې لدا امنیت نشته پېښې غریبی ده مخکې اول ځل چې موږ راغلو کار خډیرو وس کار نشته هر یو ګیرکار چې وګوره ورکا 500 روپۍ ورځ یو اوس 200 یا 300 روپۍ باندې ګیرکار دي د غریبې د وای وړو ورکا د 400 نه 1400 روپۍ ته وخت د کم ځای نه سړی راوړي دا شعر جوانا کلش از
بیکاری و از دیگه فامیلی پدر میزنن. پدری میشه عمل دمال آغشته میشه. جنگ از بدبختی شرکت نیست، کارخانه نیست که جوان برا کار کنه. صدر پا کار میکنیم، او را ما ببرم ددان اشتک خود بتم، او را کرای خانه بتم، او را خرچ خانه ببرم به خود بتم، او را خودم مصرف کنم، چی کنم؟ مجبور میشه ای جوان فامیدی سیسه که آلوده میشه، موتات میشه،